فردا چهارشنبه سوری هست. هر سال در آستانه چهارشنبه سوری رژیم مردم رو تهدید میکرد و خط و نشون میکشید که نباید تجمع برگزار کنن و آتیش روشن کنن. اما در عمل همیشه جوانها کار خودشون رو میکردن و حتی شاهد سوختن بسیاری خودروهای نیروهای سرکوبگر هم در چهارشنبه سوری بودیم. امسال رژیم با لحن شدیدتری تهدید کرده. سوال این که آیا تدبیر خاصی اندیشیده؟ آیا روی امکان خاصی حساب باز کرده که اینطور تهدید میکنه؟ برای بررسی این موضوع میثم ناهی در استودیو همراه ما هست. تشکر میکنم از حضورتون در این گفتگو. حتما خودتون دیگه خبرش رو میدونید که اشتری سرکرده نیروی انتظامی رژیم قاطعانه گفتش که هر گونه تجمعی به صلاح ممنوعه در چهارشنبه سوری. با توجه به اینکه تجربه سال قبل که الان من اشاره کردم داره که تهدید کردن فایده نداره، روی چه چیزی حساب باز کرده؟ بله، ابتدا اجازه بده امید یک سلامی بکنیم به جوانهای شورشی. بله. به ویژه در آستانه چهارشنبه سوری که به هر حال فردا بارقایی از اون خشم و عصیان رو حتما خواهیم دید. بله. اما سوال شما، بله بله، اینکه پاسدار اشتری اینطور تند و تیز مد گفت هر نوع تجمع ممنوع، اجازه هیچ تجمعی نمیدیم، خب یکم سوال برانگیزه، چون سالهای قبلم ای خاطرت باشه همواره در آستانه چهارشنبه سوری هشدار میدن، انبوهی هم تبلیغ در رابطه با حوادث چهارشنبه سوری، بعدم بگیر و ببند و گرفتن مواد محترقه و اینا، اما در عمل هر سال چهارشنبه سوری میدیدیم که شعلای خشم و عصیان بالا میکشید، دیگه سوختن ماشین های نیروی انتظامی و اینا هم که دیگه همواره بود. اما اینکه با اینکه میدونه پاسدار اشتری که خودش سرکرده انتظامیه و سایر سران رژیم که این تهدیدها فایده نداره، این بار میاد به صورت قاطع‌تر میگه ممنوع میکنی، خب پشتش به یک چیز گرمه، یا در ظاهر بهتر اینطوری بگیم میخواد وانمود کنه که پشتش به یک چیزی گرمه. خب اون چیز چیه؟ پدیده کرونا. اینا فکر کردن که این دفعه به خاطر پاندمی کرونا یک متحد بالقوه دارن، متحد قوی دارن برای جلوگیری از قیام. برای همین به ویژه این که نیاز داره به نیروهاش، به بسیجی ها وانمود کنه که ما همچین متحدی داریم، میاد اینطوری این حرف رو میزنه. در عمل هم پاسخ متحد بالفعلشون یعنی پدیده کرونا است. درسته. حالا شما میگی که رژیم میخواد به اصطلاح از پدیده کرونا به نوعی حالا استفاده یا سوء استفاده بکنه و جلو تجمع و خیزش رو تو چهارشنبه سوری بگیره. اما بالاخره مگه همین پدیده کرونا یک پدیده واقعی نیست برای تجمع؟ دقیقاً واقعیه. به همین خاطر اگر شما نگاه بکنید روند یک سال پیش رو، قیام آبان 98 با اون شدت و عدتی که داشت، که اگه خاطرتون باشه رحمانی فضیل آمار داد، گفت در صدها شهر چند صد بانک و مرکز حکومتی رو آتیش زدن، چند هزار موتور و خودرو انتظامی رو سوزوندن. خب اون قیام آبان دیدیم که با اینکه خامنه ای شخصا دستور شلیک داد 1500 نفر رو به شهادت رسوندن، اما دو ماه بعدش قیام دیماه رخ داد، چند روز در تهران و شهرهای مختلف. بله. خب چی شد که یک دفعه باعث شد این قیام موقتا فروکش کنه؟ به خاطر پدیده کرونا. به همین خاطر خامنه‌ای یادتون باشه در 13 فروردین گفت این پدیده یعنی کرونا نعمت و فرصته. بله، فرصت. بله، چون میدونست که با نیروی سرکوبگر دیگه نمیتونه این جامعه آسی رو مهار کنه. خب این کرونا از راه رسید، چون ماده هم هست کرونا مانع تجمع. اما شما این پدیده موقت بود تا یک جایی برای رژیم برد داشت. شما نگاه کنید همین الان جامعه ایران از 3 ماه پیش تجمعات و اعتراضات سراسری دوباره شکل گرفته، در حالی که تا 10 ماه گذشته، تا 10 ماه قبلش خاموش بود به خاطر کرونا، اما از 3 ماه پیش هر هفته اعتراض بازنشستگان محروم و سایر اقشار که هر بارم گستره تر میشه در شهرهای بیشتر و تعداد جمعیت بیشتر، و در عمقش هم به لحاظ عمق رادیکالیسم قیام مردم سیستان و بلوچستان. داره. یه تسخیر پایگاه سپاه، سوزوندن ماشین‌هاشون در هرمزگان، آتش زدن قایق‌های سپاه. خب اینها نشون میده ببین این سپر دفاعی رژیم دیگه داره کارایش از دست میده. بله. علت هم چیه؟ ببینید
این هم بگم، همین امروز روزنامه خودشون جهان صنعت گفته بود که ببین این پدیده کرونا هشدار داده بود، موقت بودا، به صورت موقت تونست بود منازعی که بین جامعه و رژیم هست و به تأخیر بندازه، اما خودش خشم افسوده‌ایه که در قیام‌های بعدی، من دارم به نقل مضمون میگم، به صورت بدتری بروز خواهد کرد. و بارها الان خوشحال میدن که قیام پسا کرونا یا قیام بعدی که پیش رو هست بسیار بدتر و فراتر از قیام آبان 98. چرا؟ به خاطر همین خشم افسوده، به خاطر جنایتی که تا این یک سال رژیم با کرونا کرد، 230,000 قربانی، 240,000 قربانی. خب اینها کجا میره؟ اینها خشم و نفرتی که ذخیره شده و یک جای فوران خواهد کرد. خب الان شما جامعه رو نیا کنید، در دو بُعد این جامعه بسا متفاوت با قیام 98. یکی به لحاظ گستره قاعده نارضایتی ها، دیروز روزنامه مستقل گفته بود که 70 میلیون نفر ناراضی هن. بله. گفته بود جوان های آسی، جوان های سرخورده، جوان های که عصبی هن. در زبون اون عصبی یعنی جوانی که شورشیه، منتظر یک فرصتی که تبدیل به یک آتیش بشه. خب این پس قاعده نارضایتیه که هر روز داره گستره تر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر میبینیم واقعا فقر و نداری و بدبختی. الان شما همین الان گزارشی که پخش کردین دیروز من واقعا باور نکردنی بود. تجارت نیوز نوشته بود که 5000 تن میوه در بازار تهران رو دست مونده به خاطر اینکه مردم قدرت خرید ندارن. مردم در آستانه میوه رو دونه ای میخرن. بله. بعد قیمت آجی رو گفته بودن ارزونترین و بدترین نوعش 50,000 تومان، دیگه میره تا 298,300 تومان کیلویی. کیلویی یک کیلو. آخه یارانه که 45,000 تومانه چطوری میتونه کفاف بده؟ کارگری که حقوقش 2,000,000، همین بازنشستهایی که میگن حقوق ما 2,000,000، چطور میتونن همچین چیزی تهیه کنن؟ بعد گفته اصلا قیمت شیرینا رو نگین. پاسار قالیباف امروز واقعا با وقاحت، همین پاساری که اینقدر میلیاردی در شهرداری تهران دزدی کرده و هنوزم داره میکنه، گفته بود میدونین چرا در کشور صف گوش قرمز نیست؟ به خاطر اینکه مردم پول ندارن گوش قرمز بخرن. و الان میبینیم صفهای طویل و باور نکردنی گوشت مرغ. امروز من دیدم تو فضای مجازی حتی برای گوشت مرغ یخ زده همین قالیباف گفته بود مردم نون نسیه میخرن، نسیه فروشی نون شدهش رواج. خب ببینید اینا کجا میره؟ این خشم فرو خورده داره ذخیره میشه و از یک جایی بروز خواهد کرد. من واقعا انقدر این پدیده معیشت مردم واقعا شده مثل کشور قحطی زده از سر دولت این آخونده، کشوری با این همه ثروت، پنجمین کشور دارنده مواد معدنی جهان، اقیانوس نفت و گاز، واقعا مردم شدن مثل مردم قحطی زده. تا جایی که خود رسانه‌های رژیم الان تبلیغاتی که میکنن مجبورن اعتراف کنن، دیشب شبکه 2 رژیم یک برنامه رو عامدانه و با سناریو مشخص پخش کرد که میخواست بگه آقا جان قناعت کنیم به این زندگی، ولی واقعا عمق فاجعه رو نشون میداد. من قبل از اینکه بیام از دوستان در اتاق فرمان درخواست دادم اگر آماده است و فرصتی شد اینو پخش کنیم. پیشنهادم اگه شما صلاح میدونیم پخش کنیم. خواهش میکنم. بله اگر امکانش هست پخش کنین لطفاً فیلم رو، که سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین. چقدر بیاریم پایین؟ باشه تا حالا خیلی آوردیم پایین، از اینم باید کمتر کنیم. در حال نمیتونیم، یعنی زندگی حرکت نمیکنه. اگه من سطح انتظارمو نیارم پایین، اگه که من همیشه این غذا رو میخوردم، از این دفعه دیگه فقط باید برنج خالی بخورم، خورشو نخورم. یعنی باید سطح انتظار، یعنی خداوکیلی سطح انتظار از گوشت مرغم بیاریم پایین‌تر. بله. گوش مرغ الان 85 شماره، بعد بیاری پایین‌تر دیگه. مرغو من میگم دیروز فیلم مرغ دیگه. بله. بابا فیلم مرغ نه فیلم گوسان که احتمالاً 185 تا. بله. نه اون تو یه سدی باید روش بذاره. ولی به اصل فلو یعنی شما جدی نسخه که میپیچین این است که آقا اگر چه تو شایسته بهتر از اینها هستی، خانم اگر چه تو شایسته بهتر از اینها هستی، اما خودت رو به یک حداقل دیگری جدیدی عادت بده. بله. یا مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟ نه نیست. خب مثلا میوه نیست، حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم، هیچ اتفاقی نمیافته. آقا اول آجیل حذف شد دیگه، باید یا کم شد. خب چیکار کنم؟ بعدم گوش قرمز حذف شد یا کم شد؟ الان میوه رو باید حذف کنم. الان بعد میوه رو بعد موز حذف شد یا کم شد؟
همینجوری باید با اون چیزهایی که داریم قناعت کنیم، با اون چیزها داشته هامون زندگی کنیم. یاد میدم به بچه‌م، به بچه‌م آموزش میدم شرایط زندگی ما این هستش. بله ببینید این وضعیت جامعه ماست. حالا خامنه ای و رژیم یا باید پاسخ بدن به این جامعه که خب نشون داده اهلش نیستن، نه میخوان و نه میتونن. سیاست‌های تروریستی، سیاست‌های صدور ارتجاع، هم هرچی از هزینه میکنن برای اینا، بعد بقیه‌اش هم در حساب نجومی خودشون. دیروز وطن امروز نوشته بود فکر کنم یک روزنامه‌شون که الان مثل زمان شاه هزار فامیل شکل گرفته همین سران رژیم، که آماری که میدادن میگفتن که میلیاردها میلیارد پول، من حساب کردم به دلار میشه 20 میلیارد، تازه اعتراف خودشه 20 میلیارد دلار سرمایه کشور در جیب اینهاست. خب این کاخ نشینان حکومتی 4 درصدی ها، اون کوخ نشینان 96 درصدی مردم محروم بیچاره. خب این خشم کجا میره؟ ببینید قاعده نارضایتی هر روز داره گسترده تر میشه، عمق رادیکالیزمش هر روز عمیق تر. خب این جامعه خامنه‌ای با این جامعه، با این جامعه روبروه. سر به زنگاه ها فوران میکنه، یک روز اعتراض بازنشستگان که در گستردگی، یک روز در سیستان بلوچستان، یک روز در هرمزگان، الان چهارشنبه سوری یک بزنگاه، به همین خاطر اینقدر وحشت دارن؟ به همین خاطر دیگه کرونا کجا تاثیر داره؟ برای چی حال اشتر این حرف رو میزنه؟ نه رو به جامعه، رو به نیروهای خودش. نیروهای خودش که خامنه‌ای 21 همین 21 اسفند اومد گفت آقا تنبلی و رخوت و سوسی و ناامیدی نداشته باشین. چرا اینو میگه؟ انقدر که توشون هست. بله. انقدر که در خودش در مقابل این جامعه آسی وحشت کردن، دچار ریزه شدن. خب بنابراین روشنه که در آستانه چهارشنبه سوری و به زنگاه این چنینی باید دچار وحشت بشن. و این جامعه آسی نشون داده که قیام و سرنگونی در مسیرشه و در هر بزنگاهی این خط، این استراتژی، این قیام فوران خواهد کرد. خامنه ای و نیروی انتظامی و کرونا دیگه یارای مقابله با این وضعیت رو ندارن، کما اینکه تا الانم ماکسیمم رو در سرکوب و ارعاب و استفاده از کرونا گذاشتن، ولی دیگه وضعیت جامعه بسا بسا فراتر از اینه که این ابزارها و این اقدامات کنترلی بتونه مهارش کنه. بله خیلی خیلی متشکرم از شرکتتون در گفتگوی امروزمون و از توضیحاتتون در رابطه با وضعیت فعلی اجتماعی و وضعیت رژیم. بینندگان عزیز برنامه تیک تاک رو ادامه میدیم. موضوعی که بیش از قیمت‌های نجومی مردم را آزار میده اظهارات کارگزاران این رژیم از آخوند روحانی گرفته تا سایر مقامات حکومتی در رابطه با مشکلات مردمه. طرح اونها برای مقابله با گرانی توصیه به نخریدن هست. کسانی به مردم توصیه میکنند که از حداقل خریدهای ضروری چشم پوشی کنند، که روزی نیستش که اخبار چپاول‌های نجومی خودشون و آقازاده‌ها و بستگانشون افشا نشه. گرونی عمون مردم رو بریده. خرید کیلوی میوه یادش بخیر، الان خیلی هنر کنی میتونی یکی دو دونه میوه اونم تازه قسطی بخری. این روزا بحث گرونی با گرونی شب عید ضریب خورد و به یه مشکل افسوده تبدیل شده، طوری که حالا حتی روزنامه‌های حکومتی هم درصدی از این فاجعه رو بازتاب میدن. به دو نمونه از این دست نگاه کنیم. روزنامه حکومتی آفتاب یزد روز 19 اسفند نوشت
قبلا وقتی وارد تربار می شدی به زور از کنار مردم می توانستی رد بشوی، به این خاطر که شلوغ بود، اما الان به خاطر گرونی تعداد کمی از مردم در تربار حضور دارند. پیشتر وقتی می خواستم میوه خریداری کنم زیر 1 یا 2 کیلو نبود، اما حالا آمدم خرید 2 تا هویج و 2 تا بادمجان برداشتم، ولی حالا خدا را شاهد می گیرم که از پس هزینه ها بر نمی آم. یک کمی به داد مردم برسید. 1.5 میلیون حقوق می گیرم که با یک خرید تموم شد. من چی کار کنم؟ به خدا حاضرم خودکشی کنم. یه نگاهی به شبکه‌های اجتماعی بکنیم ببینیم چه خبره. اینا بخشی از درد دل مردمی که خودشون نوشتن. قیمت‌ها چند برابر شده و دیگر نمی‌توانیم میوه بخریم. گوشت و مرغ که جای خود دارد. قدرت خرید که هیچ، دیگه قدرت فروش هم نداریم. کاربر دیگه‌ای گفته با پول خرید میوه و بقالی من همین چند سال پیش 4 روز رفتم کیش، کلی ریخت و پاش کردم و برگشتم. یکی دیگه نوشته مامان بزرگم 10 تومن میده، میگه مامان برید میوه بخرید. فرموشی اینام نداره ها، ولی چند سالی که خرید نمیکنه، باورش نمیشه قیمتا رو، فکر میکنه مسخرهش میکنیم. یکی دیگه از کاربران اینطوری مینویسه 2 عدد پرتقال، 2 عدد موز، 2 عدد سیب، 6 عدد کیوی، مزه آب میداد، 120 هزار تومان بچه رایج مملکت. کاربرای دیگه هم اینجوری نوشتن رفتم میوه فروشی 415 هزار تومان ناقابل کارت کشیدم، فکر کنم تابستون باید هر دفعه 2 میلیون برای خرید میوه بدیم و این یعنی میوه نخریم. میوه فروش محل میگه مشتری کم شده، خدا کنه عید قیمتا بالا نره که ما هم فروش کنیم. باید کم کم با خرید کیلویی میوه خدافظی کنیم و دونه ای بخریم. با گرونی سرسام‌آور میوه پیشنهاد میکنم رو به خرید دونه ای بیاریم. واقعیت دردناک این روزهای جامعه ایرانه. کافیه یه گشتی تو فروشگاه زنجیره‌ای و بازار میوه و تربار بزنی تا با چش خودت ببینی. خرید میوه در تربار درهمه، اما بازار اونقدر کساده که تربار نزدیک ما اجازه میده خود شخص سوا کنه. چند سالی بود که بیشتر مردم برای عید نمیتونستن آجیل بخرن، میوه میخریدن. امسال همون هم دیگه نمیتونن بخرن. تجارت نیوز رژیم روز 19 اسفند نوشت قیمت پرتقال، سیب و موز در بهمن ماه سال 99 نسبت به ماه مشابه سال گذشته، پرتقال حدود 171%، سیب 103% و موز 193% افزایش قیمت داشتند. همین رسانه از قول یه میوه فروش نوشته مشتری دارم که فقط سیفیجات می‌خرد و خودش هم میگوید خیلی وقت است که توان خرید میوه را ندارد. 2 عدد کدو، 2 عدد خیار و 2 عدد گوجه در کیسه خرید مرد سال خورده است که بیان که حرفی بزند فقط به صحبت‌های فروشنده گوش می‌داد. توی همین 1 سال اخیر پرتقال 171%، سیب 103% و موز 193% نسبت به سال قبلش گرونتر شده. حالا ساکنان محله‌ای مثل کارگر شمالی، میدون ولیعصر و بولوار کشاورز هم توان خرید میوه کیلویی را ندارند. تجارت نیوز از قول یک اقتصاددان اضافه کرده از پارسال تا الان نرخ فقر در مناطق روستایی 2 برابر شده، در مناطق شهری 60% رشد کرده و همین باعث شده که حداقل 8 میلیون ایرانی طبقه متوسط به طبقه متوسط پایین سقوط کنند. و روزنامه حکومتی رسالت نوشته با یارانه نقدی 45500 تومان دیگه نمیشه حتی به دوای درد هم فکر کرد. نگاهی به تابلوی قیمت لبنیات و افزایش قیمت اونا فقط از فروردین تا اسفند 99 نشون میده که مردم ما در بستر چه فاجعه‌ای از نظر فقط صنفی، یعنی تهیه نون و آب، دارن روزگار میگذرونن. نگاه کنید، خامه 100 گرمی اول سال 3500 تومان بوده، آخر سال شده 5900 تومان. ماست 7 کیلویی 24500 تومان بوده، شده 36500 تومان. شیر 1 لیتری پاک 5000 تومان بوده، شده 8000 تومان. دوغ آلیس 7000 تومان بوده، شده 12000 تومان. پنیر خامه‌ای 6700 تومان بوده، شده 14000 تومان. یعنی از 2 برابر هم بیشتر. کره 100 گرمی 4500 تومان بوده، شده 10000 تومان. یعنی اینم از 2 برابر بیشتر. خب با این اوصاف عید که هیچ. همین امروز مردم باید چی بخورن با این قیمتا؟ با این وضع خیلی طبیعیه که روز به روز کانونای شورشی بیشتر و بیشتر میشن تا روزی که عامل این همه فقر و گرونی و سرکوب و از صحنه سیاسی مملکت حذف کنه.
نگرانی بزرگ کارگزاران حکومتی اینه که شورش‌های شهری که در واقع همون قیام‌های مردم هست دیگه قابل کنترل نباشه. شرایط جامعه ایران آنچنان انفجاری و ملتهبه که روزی نیست که مقامات و روزنامه‌های حکومتی در این باره آژیر خطر نکشند. با گسترش فوران خشم عمومی در آستانه چهارشنبه سوری و نزدیک شدن به سرفصل نمایش انتخابات، کارگزاران خامنه‌ای به تکاپو افتادند. با توجه به فضایی که در 98 بود، هم ما هم واقعا نگران بودیم. من یاد نگرانم بده که الان چندم امروز هنوز نمیدونه کی میخواد کاندید بشه، کی نمیخواد کاندید بشه. انتخابات 1400 چطور میبینه؟ خیلی اوضاع سوت و کوره، هیچی معلوم نیست کی میاد کی نمیاد چی میشه. خیلی بسته است. خود اصلاح طلبا درصد زیادشون از حال رفتن. یک رسانه حکومتی در مطلبی با عنوان اصلاح طلبان دیگر سوپاپ اطمینان نیستند هشدار داد در 96 و 98 اقشار فقیر برای معیشت به میدان آمدند و الان هم تمام آقایان نگران آمدن اقشار فرودست به میدان اعتراض و مبارزه هستند. این رژیم فقط با خیابون اومدن ما، فقط با آتش سوزوندنشون، فقط با آتش زدن اینا میشه اینا را پاک کرد. دیگه هیچ راهی نداره که ما بتونیم اینا را از کشورمون بیرون کنیم. روزنامه مستقل در ادامه ضمن تاکید بر ناتوانی نظام در برابر شورش‌های خیابانی نوشت احتمال دیگر این است که شما شورش‌های شهری را نتوانید کنترل کنید. مسائل 96 و 98 نشان داد کنترل اعتراضات از طریق سرکوب می‌رود و به دنبال راه حل‌های سخت افزاری هستند. دو جلاد توی تصویر، هموطن باعث بدبختی کشور و مردم، این دوتا هستند. من به نشانه مخالفت عکس این دوتا رو آتش میزنم. شما نمیدونم شنیدید یا نه، ارتش سایبری منافقین رو تا حالا شنیدید؟ هدف اصلیشون براندازی نظام سیاسیه که من مثالش رو همون دیماه 96 میبینم. تو دیکتاتوری یا من آرش؟ آتش جواب آتش، مرگ بر خامنه‌ای. و ریشه شما را به آتش میکشیم. وعده ما ایام چهارشنبه سوری تا با همدیگه فریاد بزنیم مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی، آتش جواب آتش، آتش شعله برکش. دادستان کل رژیم آخوند منتظری به تلویزیون حکومتی اومد و آماری از به اصطلاح قلع و قمع مسکن مردم داد. منظورش خراب کردن خانه های مردم حاشیه‌نشین بر سر اونها بود. آیا هیچ اشغالگری این چنین سرپناه مردم ایران رو بر سرشون خراب کرده؟ آیا میزان تلفات جنگ های بزرگ جهانی در مقابل این آمار ناچیز به نظر نمیرسه؟ قضاوت با شما. این آماری که عرض میکنم مربوط به 6 ماهه دوم سال 98 و 6 ماهه اول سال 99. مقدار بناهایی که قلع و قمع شده در مجموع 157800 مورد هست. همگان میدانند که این قلع و قمع ها مربوط به حاشیه نشینان محروم و آسیه پناهی هاست. حاشیه نشین هایی که جمعیت آنان امروزه به 38 میلیون نفر میرسند. وقتی 150800 خانه ویران میشود، نزدیک به 1 میلیون نفر بی سرپناه میشوند. در بمباران ناکازاکی 1326 خانه ویران شد، اما آخوندها در یک سال معادل 120 برابر آن خانه های مردم را خراب کردند. حاشیه نشین ها در قیام آبان 98 نقش بسیار زیادی داشتند و همواره پتانسیل قیام دارند. این جمعیت ده ها میلیونی کابوس رژیم است و میخواهد با جنایاتش سایه سرکوب را بر سر آنان حفظ کند. آیا خامنه ای می تواند از خشم و نفرت حاشیه نشینان و لشکر گرسنگان خلاصی یابد؟ در پایان تیک تاک ضمن تشکر از همراهیتون با ما در این برنامه به اطلاعاتون میرسونیم که برنامه تیک تاک رو میتونید از طریق منظومه شبکه اجتماعی سیمای آزادی دنبال بکنید. در انتها همه شما رو به خدا میسپارم و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.